و شکست بخوره و نتونه امتیازی بگیره، اختلاف خودش با تیم مقاومت به یک امتیاز میرسه. خود محسن کریمی باز هم در این سمت، یک ارسال در سمت راست. حالا بازیکنان استقلال هستن که خودشون رو پیدا کردن و دارن خوبم کار میکنن. پاس رو به عقب، ارسال کاملا بلند و اینجا دیگه نتونست کاری انجام بده محسن کریمی. ضربه سر گوگ، توپ رو میرسونه به ملی. باز هم کنترل توپ تاثیر بازیکن شماره 5 قنچی. این پاس رو به جلو حرکت کرده هدایی، کنترل ضربه، کنترل توسط قنچی و نذاش توپم به بیرون بره. و این سمت توپ رو مشایعت میکنه، قنچی هنوز هم نذاش توپ به بیرون بره. پاس توسط فلا مثلا در مرکز زمین، دو سه بازیکن اونجا احاطه کردن یا شماره 7 تیم پرسپولیس رو و در این از خطا به سود تیم پرسپولیس. مشاهده میکنیم کادر تیم استقلال رو که همچنان در کنار خط طولی دارن اشاره میکنن که چگونه به ایستن بازیکنانشون. این ضربه و بگه فاصله زیادی داره با چارچوب دروازه تیم استقلال. نیمه اول هرچه تیم پرسپولیس هورد به در بسته خورد، درصدی که خیلی بازی بهتری هم نمایش گذاشتن، اما در نیمه دوم تیم استقلال هست که تونسته نتیجه بگیره و یه گل رو به ثمر برسونه. با این نتیجه میتونه سه امتیاز ارزشمند رو در خانه تیم پرسپولیس به دست بیاره. دیدار رفته این دو تیم به سود تیم پرسپولیس به اتمام رسید. حالا اینجا تیم استقلال داره جبران میکنه و بازی رو پیروز میشه. البته هنوز زمان باقی مونده، تقریبا 22 دقیقه از زمان نیمه دوم رو گذروندیم و میشه گفت همین مقدار زمان باقی مونده تا انتهای این دیدار. بازیکنان سرخپوش پرسپولیس این سمت یه پاس رو به جلو، فرصت هست و خود کماندانی، ببینیم آیا میتونه ارسال رو انجام بده. دو بازیکن در مقابلش قرار دارن، پاس رو به عقب رو میده، یک ارسال دیگه. زیاد جالب این کار رو انجام نداد، یار شماره 20 برخوردی هم به وجود اومد. نوبخت بود اون سمت که خواست ارسال کنه، خود قنچی در این سمت، او خیلی خوب این کار انجام میده و یه گل به خودی زیبا رو به ثمر میرسونه بازیکن تیم استقلال. چه ارسالی رو انجام داد قنچی و حساب کار 1-1 میشه. حساب کار 1-1. دانیال قنچی، ارسال زیبای او تیم پرسپولیس رو به گل رسون و چه ضربه سر بدی رو زد بازیکن تیم استقلال. باشه مایی 77 فکر کنم بود فرشید علیپور که چنین ضربه رو زد، آب سردی رو پاشید بر سر همتیمیاش با این گل به خودی و حالا بازم همه چی به تساوی کشیده میشه. چه بازی شده این مسابقه. داور کارت زرد رو هم از جیبش در میاره و نشون میده به بازیکن شماره 7. بازی رو باید از میانه زمین به گردش در بیارن بازیکنان استقلال. باز هم بازیکنان استقلال بسیار بلند میفرستن اون سمت، تو به مقصد نمیرسه. خود نوبخت در بین راه نتونست توپ رو به خوبی بگیره بازیکن شماره 7 و کاپیتان تیم پرسپولیس. یعنی سمت چپ خود ملی میتونه ارسال کنه، بلند میفرسه، ضربه سر، کنترل توپ توسط قلی زاده. این پاس سمت میتونن را بندازن. خود محسن کریمی میونه چندین بازیکن تیم پرسپولیس گیر کرد. خود یارانه تیم پرسپولیس اون سمت، این ضربه به زیر توپ، کنترل توسط
شعبانلو، خود شعبانلو یه پا دو پا رو میزنه، به نظر میرسید خطا باشه، داور اشاره به خطا نمیکنه. میارن سمت چپ، خود ارجمندی ارسال کات داره بلند اون زمین سر بازیکن تیم پرسپولیس. بازی رو دارن ادامه میدن بازیکن پرسپولیس و توپ رو هم به بیرون نزدن، میفرستن برای مدنی. گوگ زمین سر و توپی که دور میکنه رضاوند، حالا توپ رو راهی آوت میکنن تا به وضعیت بازیکن مصدوم تیم استقلال رسیدگی بشه. یارو شماره 13 برای تیم پرسپولیس هم میخواد بازی بیاد، رضا درخشانی. ببینیم به جای کدام بازیکن به بازی خواهد آمد. امشن فلاح آروم آروم این سمت زمین رو ترک میکنه و یارو شماره 13 رضا درخشانی جایگزین اون میشه. اون سمت هم بازیکنان استقلال پرتاب رو انجام دادن و توپ رو سپردن به دروازه‌بان تیم پرسپولیس. جامپ تند و تیز او دچار چالش میکنه مدافعین تیم استقلال رو. امیر مدنی بسره توپ بدید، فرشاد پاشامی مدنی، فرشاد پاشامی مدنی. پرتاب انجام میشه، ضربه سر بازم بازیکنان پرسپولیس در این سمت توپ را از دست دادن. پرسرعت داره حرکت میکنه یارو شماره 35 سلیمانی، نتونست رد شه از صد بازیکن مقابل خودش. این ارسال توسط رضایی و نقشه بر زمین هم شده، بعدی احساس ناراحتی میکنه. حالا توپ رو به بیرون میفرستن و سمت تصویر برداری هم که بیزند ایستاده بود تو برخورد میکنه. باید به وضعیت محمد امین رضایی رسیدگی بشه. ازش باید به زمین بیاد و مدوار انجام بده. اونجا بالا سرش ایستاده، باید به بیرون ببرتش تا در خارج از زمین مدوار رو انجام بده. اگر نتونه بازی رو دنبال کنه زمان بازی اصلاف نشه. حالا به بیرون میره. اینجا هم هواداران تیم پرسپولیس رو مشاهده کردین که در تشویق میکنن این تیم رو. ارسال بلند و توپی که در اختیار دروازه‌بان علی پور قرار میگیره. ضربه سر بازیکن پرسپولیس میرسه به یارو شماره 68 کاظم‌لو. این سمت یه پاسه سمت چپ، خود مدنی رو عقب با نوبخت کار میکنه. خود نوبخت میزنه به عمق، ضربه بازیکنان پرسپولیس بلوکه میشه و حالا در این سم قلی‌زاده رد میشه. زد حمله خوبی رو میتونن تدارک ببینن، 3-3. این پاس برخورد میکنه به پای بازیکن تیم پرسپولیس. حالا اشاره میکنه که دور جلو هم حرکت کنن. یه پاس دیگه در این سم، یارو شماره 7 پاس رو بده، کار انجام میده. خود یارشمان 35 کماندانی ارسال بلند در اون سمت، ضربه سر بازیکنان پرسپولیس و توپی که از کنار دروازه با اختلاف میلیمتری به بیرون میره. سابقار 1-1 مساویس. تقریبا میشه گفت 30 دقیقه از زمان نیمه دوم و 75 دقیقه از زمان کل بازی رو گذروندیم و همچنان بازی با تساوی 1-1 داره دنبال میشه. ارسال کاملا بلند، کنترل تو پرتاب رو انجام میدن در سمت راست بازیکنان استقلال. برای شما این تیم محسن کریمی یه برخورد حالا اون سمت به وجود میاد، نقشه بر زمین کردن علی کاظم‌لو رو. علی جان حقاری کلا، علی مدنی حرکت،
زمارو بازیکنان استقلال کاملا بلند میزنن ضربه سر و توپی که توی دروازه قرار میگیره. باز هم خود محسن کریمی سابقه رو 2-1 میکنه. چه ارسالی رو انجام دادن و چه گلی رو به ثمر رسوندن. سجده هم میکنه رو به قبله و باز هم خدای خودش رو شکر میکنه، بغل میکنه اون سمت کاظم رو. چه ارسالی انجام دادن و چه گلی رو به ثمر رسوندن بازیکنان استقلال. سابقه 2-1 میشه. خیلی خوب دارن کار میکنن بازیکنان استقلال در نیمه دوم و همینطور بازی هم هیجان انگیزتر داره دنبال میشه. انتظار چنین گلی رو نداشتن مثلا در این سمت این پاس و توپی که به بیرون رفت. 20 دقیقه مونده، 20 دقیقه مونده، کمتر از 15 دقیقه دیگه زمان باقی مونده تا انتهای این دیدار جذاب و حساس دربی شهر تهران. دیدار بین دو تیم پرسپولیس و استقلال رو مشاهده می‌کنه. این بازی که در ورزشگاه اسماعیلی در 13 روز از دی ماه سال 93 در حال برگزاریش. بازیکنان استقلال فعلا تونستن با سابقه 2-1 پیروز بشن. هنوز کمتر از 15 دقیقه دیگه زمان باقی مونده برای تیم پرسپولیس اگر میخواد بازی رو جبران کنه. این سم هدایی نتونست به توپ برسه. خود قنجی بازم میتونه ارسال دیگری رو انجام بده. ضربه سر اشتباه مدافعین تیم استقلال، اما کسی اونجا حضور نداشت از تیم پرسپولیس از این توپ استفاده کنه. کمکان از سمت راست بازیکنان استقلال متوقف میشن. ارسال بلند ضربه سر مثلا میارن این سمت. قلی‌زاده عبور میکنه، پاسی رو میده. هیچ یک از بازیکنان استقلال هم اون سمت حضور ندارن. توپو راحت صادق اسکندری در اختیار میگیره. خود اسکندری کمی جلو میاد، استارت زده اونجا. خود محسن کریمی برای گرفتن توپ نتونست کار انجام بده، توپم به بیرون رفت. تعویضی برای تیم استقلال باید شکل بگیره. فرید گنبریان باید به بازی بیاد با شماره 11 یا شماره 15. اسکر ملی که در نیمه دوم وارد زمین شده بود بیرون میاد و حالا بازیکن شماره 11 جایگزین اون میشه. فرید گنبریان پرتاب رو بازیکنان استقلال انجام میدن. خیلی هم بد این کار انجام دادن و پرتاب به سوی تیم پرسپولیس هست. خطای پرتاب اوت زرنگ گرفته میشه. رو به عقب حالا این ارسال کاملا بلند باسم قنچی در این سمت. خود قنچی میتونه بفرسته، باسم رو به جلو حرکت میکنه. یک ضربه به توپ توسط ارجمندی و اعلام کورنر به سوی تیم پرسپولیس. زربه رو باید بزنه کمندانی. دروازه‌بان تیم استقلال روی زمین افتاد و احساس ناراحتی میکنه. امیدواریم مشکل حادی نداشته باشه. زارن از گرفتگی عضله داره رنج میبره. تجمع کردن بازیکنان دو تیم در اون سمت. به محض اینکه وضعیتش مساعد بشه باید بازی دنبال بشه. یار شماره 17 هم میخواد به زمین بیاد، حمیدرضا قادری برای تیم پرسپولیس. ببینیم به جای کدام بازیکن وارد زمین خواهد شد. تمام اشاره میکنه که تعویض انجام بشه. فرشاد هدایی باید بیرون بیاد. حالا تعویضم انجام میشه و آخرین تعویض تیم پرسپولیس هم انجام شد. یار شماره 17 حمیدرضا قادری وارد زمین شد. دانیا باید زبر رو بزنن. خود کماندانی بسیار بلند میفرسته بازیکنان پرسپولیس. این ضربه سر و توپی که بی خطر هست برای دروازه تیم استقلال و اسکن دروازه این تیم.
ساده عبور میکنه و به بیرون میره. واسم ضربه دروازه رو باید بزنه. رضا علیپور رها میکنه تا گوگ. عظیمه گوگ این کار انجام بده. ضربه با پای چپ بسیار بلند میفرسته به نیمه زمینه تیم پرسپولیس توپ میرسه. ضربه سر اول رو بازیکنان سرخپوش پرسپولیس زدن. اونجا نتونه توپ رو بگیره کاظم‌لو. واسم میاد جبران میکنه اشتباه کاظم‌لو رو. بعد محسن کریمی کار ادامه داره. داور اعلام آوانتاژ میکنه. واسم یه برخورد خطی در کار نیست. اونجا سلیمانی این بار نتونست عبور کنه و اضافه هم شد خود علیپور. حالا این ارسال دروازه نتونستن بزنن. موقعیت هست برای تیم استقلال و توپی که از دهانه دروازه اون سمت رد میشه میرسه به بازیکن پرسپولیس. واسم یاران استقلال این ضربه و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. فرصت پی در پی تیم استقلال حالا داره از دست میره. واسه زیبایی رو داریم مشاهده میکنیم. کمتر از 10 دقیقه دیگه زمان باقی مونده تا انتهای این جدال جذاب. ارسال با پشت پا ضربه رو میزنه ارجمندی و توپی که را به بیرون میره. پرساب رو بازیکن شماره 6 محمد امین رضایی انجام میده. بازیکنان استقلال به تو برگشت میدن. توپ هم هنوز به بیرون نرفته. بازی ادامه داره و حالا توپ از خط طولی عبور میکنه به بیرون میره. بازیکنان استقلال هم جلو میکشن و در حالی که دفاعی فرو نمیرن. این ضربه توسط در شماره 13 ارجمندی. باس بدید. پرساب رو رضایی باس هم انجام میده. خود کماندانی این ضربه به زیر توپ خیلی دیگه بلند و بی حاصل زد. اونجا تلاش داره میکنه بازیکن شماره 17 برای گرفتن توپ. ارسال قنچی و توپی که از اون سمت به بیرون میره. اعلام کورنر هم هست به سود تیم پرسپولیس. قادری هم اونسم نتونست کاری انجام بده. قنچی ضربه رو زد. اعلام کورنر شد به سود تیم پرسپولیس. ببینیم چگونه کار رو ادامه میدن. بسیار بلند میفرستن. ضربه سر رو نتونستن بازیکنان پرسپولیس بزنن. حالا در ریبان اضافه میشه نوبخت. خود این علی نوبخت با پای چپ میفرسته اون سمت برای مدنی. ضربه قیچی رو میخواد بزنه. باسم قادری در اون سمت و باسم بازیکنان پرسپولیس فشار میارن روی دروازه تیم استقلال. ضربه سر گوگ. اونجا باسم نوبخت رو صاحب توپ میکنه. ارسال با پای چپ. فرصت و راحت توپ رو در اختیار میگیره رضا علیپور. حساس داره بازی دنبال میشه. خطا به روی بازیکن شماره 35 محمد رضا سلیمانی. چیکار میکنم یاره شماره 36 هست ظاهرا. 35 بله یاره شماره 35 سلیمانی است. 36 نداره تیم استقلال. این سمت باسم بازیکنان تیم استقلال میخوان توپ رو عبور بدن. سلیمانی نتونست این کار انجام بده. یه برخورد در سمت راست. خود قنجی میتونه بفرسته. چقدر توپ رو جدا میکنه از پاش. اما ارسالش هم انجام میده و خطای هند یا اعلام کورنر. خطای هندی در کار نیست. چه بازی رو داریم مشاهده میکنیم. هیجان انگیز و میشه گفت پرحاشیه. خود کماندانی ارسال میکنه. ضربه سر بازیکنان استقلال در ریبان. باسم نوبخت در این سمت با پای چپ یه ضربه رو میزنه. توپ رو میاره سمت راست. خود میلاد کماندانی کارش این بازیکن ارسال و باسم بازیکنان استقلال. یاره شماره 3 فرشید رضاون اینجا عالی کار میکنه و نمیذاره تو برسه به بازیکنان پرسپولیس. یک بار دیگه نام کورنر شده به سود تیم سرخپوش. در این دقایق پایانی بدجوری فشار میارن روی دروازه تیم استقلال. این برخورد و خطا به سود تیم پرسپولیس. فایتور پرچمش بالا میره و داور به نشانه تایید نظر او در سود خودش میدمه. کارت زرد رو هم نشون میده به
یارو شماره 8 ایلال شعبانلو جهت اعتراضی که انجام داد. کمان دارید میرم میرم سرانه تیم استقلال عبدی و کادر تیم پرسپولیس رو مشاهده میکنین. ضربه رو باید بزنن، داور اون سمت فاصله رو تعیین میکنه. حالا بازیکنان پرسپولیس، تمام بازیکنان بجز سیفی در نیمه زمین تیم استقلال هستن. این ضربه و توپی که توی دروازه قرار میگیره، توی دروازه صاحب کار دو بر دو میشه. چه میکنن اونجا بازیکنان استقلال؟ صاحب کار دو بر دو، تیم پرسپولیس به گل میرسه و در خانه فعلا شکست نمیخوره. اینجا را سجده میکنه قنچی. اینجا هنوز دارن با داور بحث میکنن بازیکنان استقلال و اعتراض میکنن نسبت به گل بازیکن تیم پرسپولیس و به هر حال گل پذیرفته است و این گونه اعتراضات هم حاصلی نداره جز اینکه داور بخواد کارت های رنگی رو نشون بازیکنان استقلال بده. خط هندی گرفته نمیشه و بدجوری اعتراض دارن کادر تیم استقلال نسبت به هند. بازیکن پرسپولیس در اون سمت به هر حال گل مشکوک بود و کارت زرد برای در شماره 68 از تیم استقلال علی کاظم‌لو. آخرین تعویض تیم استقلال هم میخواد شکل بگیره و بازیکن شماره 12 میخواد به بازی بیاد. ایمانی تقریباً دو دقیقه تا انتها زمان باقی مونده جدا از اعتصاب زمانهای اضافی. بازم این پاس در سمت راست بازیکنان استقلال پرسرعت دارن حرکت میکنن، فرصت داشت ایجاد میشد برای این تیم. این ضربه حالا زد حمله برای تیم پرسپولیس. چه پاسی رو میفرستن برای مدنی اونم خیلی دیگه پرسرعت فرستادن و کم دقت. حالا پرتاب رو باید رضاوند انجام بده. واقعا جذاب بوده. پرتاب رو بره انجام میدم و تعویض رو گوهنشان میکنیم و در انجام میشه. یه رو شما 12 باید به بازی بیاد. این سمتم این بازی کن شما 8 میلاد شعبانلو آروم آروم از زمین بیرون میره و تعویضم انجام میشه. پرتاب رو اون سمت گل انجام میدن. سمت ضربه بازیکن پرسپولیس میخوان در این دقایق پایانی بازی رو به نفع خودشون رقم بزنن. استقلال هم همینطور، اما که پرسپولیس قطعا از روی بالاتر برخورده هست. بازی باختر رو مساوی کردن. اون سمت تیم استقلال همچنان اعتراض داره نسبت به گلی که تیم پرسپولیس به ثمر رسون، اما به هر حال فرانسه بکار دو بر دو مساوی است. در سمت راست خود محسن کریمی نتونست توپ رو کنترل کنه، توپ هم به بیرون رفت. پرتاب رو انجام میدن، میبرن سمت چپ. پاس کوتا پاس هم کماندانی در اون سمت و همچنان ادامه داره. یه برخورد و اعلام خطا به سود تیم پرسپولیس. بدجوری هم احساس ناراحتی میکنه بازیکن این تیم. بلند میشه تا به بازی ادامه بده. چهل و پنج دقیقه زمان نیمه دوم و 90 دقیقه زمان کل بازی به اتمام رسیده و وارد زمانهای اضافی شدیم و ببینیم چند دقیقه رو منظور خواهند کرد. به هر حال
داور چهارم اعلام میکنه که 87 دقیقه گذشته، یعنی 3 دقیقه دیگه باقی مونده تا پایان 90 دقیقه. اما حال قطعاً زمان رو نگه داشتن، ارسال میبرن سمت راست، میفرستن فرصت برای تیم پرسپولیس و گل برتری این تیم در 90مین دقیقه این دیدار. حساب کار 3-2 میشه. چقدر خوب کار کردین مدنی، حساب کار رو 3-2 میکنن و تیم پرسپولیس در دیدار برگشت هم حالا برنده میشه و اینم نگاه بهت زده.